بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همیشه صحن خاک غریبه ها بد نیست، بقی پنجره دارد اگرچه مشهد نیست. چه دست ها که رسیده است تا بقی از دور، که قد کشیدن زائر به قامت و قد نیست. دعای سوتدلان مستجاب خواهد شد در این حرم که اجابت به طاق و گنبد نیست. بقی خاکی عشق است، پس بگو شاعر اگر به شوق زره آمدی نیاید نیست. با درود و سلام و صلوات بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و مطهرشان و سلام بر شما خوبان و عزیزان دل. امیدوارم هر کجای دنیا که هسته جور صحتمند بوده، زندگی سرشار از صفا و صمیمیت و معنویت داشته باشید. ایام به کامتان باشه و طاعات عبادات بندگی هایتان قبول و مقبول درگاه احدیت. و عرض تسلیت دارم فرا رسیدن هشتم شوال سال، روزی تخریب قبور ائمه بقی علیهم السلام را به پیشگاه مقدس حضرت حجت ابن الحسن المهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف و خدمت همه شما خوبان و عزیزان. با کمال امتنان و افتخار با برنامه‌ای به وقت بیداری روبروی شما خوبان عزیزان هستم و در خدمت استاد خوب و بزرگوارم جناب آقای دکتر توکلی، پژوهشگر و استاد دانشگاه. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان گرامی، خواهران و برادران عزیز، و تسلیت عرض میکنم سال روز تخریب قبور ائمه بزرگوار بقیع، مدفون در بقیع را. و صرفا اکتفا میکنم به خواندن این آیه شریفه در ابتدای برنامه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. قرآن میگه هر کسی که شعائر الهی تعظیم بکنه، تعظیم شعائر الهی نشانه تقوای قلب است. خب شکی نیست در این که حفظ آثار تاریخی و دینی برای هر ملت و هر آیینی نشانه احترام به بزرگان اون دین و آیین هست. قبور ائمه علیهم السلام، حرم ائمه علیهم السلام، مساجد هم شامل این قضیه میشه. لذا هرچی ما بر عظمت این اماکن بیافزاییم، در واقع خودش میشه از عظمتش حرف بزنیم. بله، مصداق تعظیم شاعر خداوند. و میبینیم که خب متاسفانه در هشتم شوال حرم ائمه بقیع تخریب شد و این خودش یک مصیبتی بود برای جهان اسلام. بله. امیدواریم که انشالله بعد از این شاهد اینجور مصیبت ها نباشیم. بسیار عالی، تشکر، خیلی لطف کردن استاد. مطالب خوبی بود و در این زمینه هم انشاءالله برنامه های خوبی و متنوعی را تلویزیون جهانی هادی انشاءالله داشت. و اگر اجازه بدین ما بریم سر بحث اصلی خود که مو اخلاق کسب کار و تجارت بود دیگه. خب ما رسیدیم بحث ما به اینجا که یک سری کارهایی هست که نامشروع است که شما و بیننده ها عنایت دارین و اینها. استاد بعضی ها در کسب رزق و روزی بگیم یا یکی اصلا حریصن. بله. به ای که بیشتر به دست بیارن. بله. اخلاقا این موضوع چه حکم رو داره؟ بله، من میخوام یک مقدمه عرض بکنم خیلی کوتاه برای که بتونم جواب کافی داده باشم به سوال حضرت عالی. و تشکر. بعد نظر اسلام و قرآن در این زمینه بدانیم و بعد برسیم به مباحث بعدی. ببینید، ما در دنیای جدید، در دنیای بعد از مدرنیته، در 400 سال اخیر مواجه هستیم با نظام سرمایه‌داری، با اقتصاد تجارت محور، با اقتصادی که مبتنی بر نظام سرمایه‌داری جدید هست و هدف او کسب سود بیشتر و بیشتر و بیشتر هست. و به تعبیر اون شخص بزرگ که میگه که انسان امروزی مثل اسب خراسی است که دور خودش میچرخه و تولید میکنه برای مصرف، مصرف میکنه برای تولید،
مصرفگرایی و تولید فراوان انسان اسیر خودش کرده، انسان در چنبره مصرف و اسرافگرایی گرفتار شده. برای اینکه بازارهای مصرف اشباع بشه، کارخانه ها تولید بیشتر دارن و این فزونخواهی و زیادخواهی انسان امروزی از تعالی و کمال انسانی که ادیان و انبیای الهی انسان رو دعوت به او کردن باز می‌داره. ببینید ما در اینجا یک در واقع پارادوکس، یک تناقضی در حقیقت داریم. از طرفی انسان خب موجود زیادخواه و کمال طلبی است، هر چیز در حد بی‌نهایت می‌خواد، از جمله مال و متاع دنیوی دوست داره که هرچی بیشتر و بیشتر داشته باشه. از طرفی ادیان و انبیای الهی آمدن گفتن که دنیا گذرگاه، اقامتگاه نیست، از دنیا مزرعه الاخره. انسان‌ها رو دعوت کردن به این که مشغول دنیا، به این معنا که مشغول دنیا نشن. یعنی چی؟ یعنی دنیا هدف اونها نباشه، هدف از دنیا استفاده کنن. بله، که قرآن هم فرماید ولا تنس نصیبه که من دنیا، ای پیغمبر از دنیا استفاده کن. ما دنبال روحانیت و زهد منفی و فرار از دنیا نیستیم. در جلسات قبلم عرض کردیم که یک چنین چیزی باعث عقب موندگی میشه، اما این به این معنا نیست که دنیا را هدف قرار بدیم. انبیای الهی دعوت به حکمت کردن. یکی از نشانه های حکمت اینه که انسان جایگاه هدف و وسیله با هم دیگه مخلوط نکنه، یعنی بدونه که به وسیله به اندازه وسیله اهمیت بده، به هدف به اندازه هدف. حالا انسانی که منظور یعنی استفاده به قدر نیاز. بله بله، ببینید شما وقتی که سوار موتر میشید، میخواید برید به یک شهر دیگه، سوار شدن به موتر برای شما هدف نیست، وسیله است. بله، موتر باید رسیدگی کنین، سوار بشین، بنزین کافی باید داشته باشه، نقص فنی نباید داشته باشه، اما موتر سوار شدن هدف نیست. هدف اینه که برسید به مقصد. انبیا آمدن به انسان بگن که ای انسان، فراموش نکن تو برای دنیای دیگری خلق شدی، از این دنیا استفاده کن. اگر در این دنیا تو به تعبیر قرآن مصداق کور باشی، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، استفاده نکنی از مواهب دنیا، در آخرت هم کور و نابینا و دستخالی هستی. اما این معناش این نیست که ما جایگاه هدف و وسیله با هم مخلوط بکنیم. کسانی که حرص در کسب مال دارن، اینا از حکمت بدورن. حکمت میگه که تو 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال بیشتر و کمتر زنده نیستی و قراره که در سرای باقی، در دنیای جاویدان، در اونجا در واقع زندگی ابدی داشته باشی. اگر هم میخوای تجارت بکنی و سود فراوان به دست بیاری، هدفت اولا این باشه که تأمین نیازهای مادی خود و خانواده خود داشته باشی و در قدم بعدی خدمت بکنی به خلق خدا. ولی اگر اینجا اسیر این دنیا بشی و از آخرت فراموش بکنی، از امور خیر فراموش بکنی و دچار حرص و طمع بشی، در واقع تو از حکمت دور شدی. لذا اون سخن معروف سعدی که می‌فرماید که دو کس رنج بیهوده بردن و سعی بیفایده کردند، یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد. مصداق یک چنین، این چون افرادی مصداق ای عبارت سعدی میشن که رنج میکشه بدون اینکه ازش استفاده کنه، زحمت میکشه بدون اینکه لذت ای زحمت ببره. بنابراین ما داریم در روایات که فرمود از زمن قنع و ذل من طمع، کسی که قانع است به اون چی که دارد عزیز است، و کسی که در واقع طمع و حرص به ورزه ذلیل میشه. برای به دست آوردن مال فراوان مجبور پیش هر کسی گردن کج بکنه و عزت نفس و کرامت انسانی خودش رو متاسفانه از دست بده و کمرنگ بکنه و دچار مشکلات فراوان روحی و اخلاقی بشه. بسیار عالی جناب دکتر. وقتی که صحبت از معاملات میشه، خب دنیای تجارت کسب و کار که همیه دیگه، کلن معاملات دیگه، صحبت از معاملات میشه، یک از چیزهایی را که خیلی در اینجا امر مهم است و کارساز اینها است، وفای به عهده. بله، این چه حکم را داره، چه تأثیر داره در دنیای تجارت و از نظر اخلاقی و بله. نکته بسیار بسیار خوبی مطرح کردید. متاسفانه یکی از مشکلات جدی ما در روابط اجتماعی با ارباب رجوع، با مشتری، با در ادارات دولتی و
و در روابط اجتماعی بحث دروغ گفتن و خلف وعده و بدقولی کردن های مکرر هست که این باعث میشه او سرمایه اجتماعی در بین ما کمرنگ و ضعیف بشه و از بین بره، اعتماد متقابل در جامعه از بین بره و آثار سوء و منفی خودش رو در همه ابعاد زندگی تحصیلی، معیشتی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ما بگذاره. یک در واقع بی‌ثباتی و عدم اعتماد، عدم اطمینان در جامعه ایجاد میشه و این دلیلش اینه که بنیانهای اخلاقی در جامعه ما متاسفانه ضعیف هست و در چنین شرایطی به اصطلاح مردم سنگ روی سنگ بند نمیاد. اگر قرار باشه که آدمها قول بدن به قول خودشون وفا نکنن، این واقعا هم خلاف دینه، هم خلاف اخلاقه و هم خلاف وجدان کاری هست. ببینید در دنیای امروز یک بحثیست به نام برندسازی و وجدان کاری داشتن. شرکت های بزرگ دنیا دنبال این هستند که اعتبار ایجاد بکنند بین مشتری ها در رقابت با شرکت های دیگه، گوی سبقت برو باین. اگر کسانی در زندگی فردی اقتصادی، خیلی معذرت میخوام اگر اجازه بدین این برندسازی رو بعد از یک وقفه کوتاه دوباره دنبال بکنید. خیلی سلامت باشید. بیننده های عزیز گرامی، تشکر از نگاه گرمتان. پس از یک وقفه کوتاه دوباره ما رو همراهی کنید. ای مولای من، کدام روز سپید از پشت کوههای روز می آیی؟ کدام روز فرشتگان نام تو را بر آسمان ها فریاد می کنند؟ کی بوی گرم نان سفره های کوچک مستضعفان را پر می کند؟ کدام روز فلسفه چشم های تو تدریس می شود؟ آیا صبح نزدیک است؟ میان پیچش پیچک ها تو را می جویم که تنها نام تو می تواند عشق را در رویشی دوباره زنده نگه دارد و آب حیاتش باشد. رویشی سبز بر خاک یخ زده بذر عشق می افشاند و عشق در دلهای مرده جوانه می زند و شکوفا می شود. سحرگاهان بی تو کابوس شبهای بی فانوسند. پروانه های شبگرد رویای آمدنت را بر کبودی آسمان بال می کوبند. می آیی اما کدام جمعه وعده داده شده؟ آه از این روزهای بی تو، از این لحظات سوگوار، از این بهار خزان زده، از این کلمات بیهوده. گفتند می آیی، آینه ها روبروی مسیرت چشم گشودند تا ظهورت را در زلال خیش منعکس کنند. گفتند می آیی با دستی در آب و دستی در آینه، با نگاهی از نور سرشار، با ذوالفقاری در دست که هرچه شب را بدرند و خورشید بگسترد. همچنان آب و آینه و قرآن در دست، تسبیح بر انگشتان میچرخانیم و صلوات میفرستیم، سماط میخوانیم و اسپند بر آتش، چشم بر جاده های منتظر میچرخانیم. گفتند می آییم تا آسمان دف بگیرد و زمین به سما برخیزد تا رست خیز کلمات. گفتند می آیی اما کدام جمعه وعده داده شده است؟ یا صاحب السما؟
بیننده های عزیز گرامی دوباره سلام عرض می کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید. مثبت 964 780 255 413 پل ارتباطی میان شما و برنامه با وقت بیداری هست. می توانید نظریات هر زنده و یا هر گونه سوال، انتقادات، پیشنهادات دارید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساپ ما با ما شریک بسازید. ادامه برنامه با وقت بیداری با موضوع اخلاق کسب و کار و تجارت را خدمت شما هست. جناب استاد سلام مجدد. بس در چگونگی برندسازی رسیده بود. بله بله، به جای خوبی رسیدیم. ببینید، من قبل از اینکه بحث برندسازی رو عرض بکنم یک اشاره داشته باشم به بحث اعتماد و لزوم وجود سرمایه اجتماعی در بین مردم، در بین آحاد مردم. و در واقع نقش، یعنی اعتماد مقدمه برندسازی. بله بله بله، نقش وفای به عهد. ببینید، در جامعه ای که اخلاقیات رعایت نشه، مهمترین نکته در بحث اخلاقیات راستگویی، وفای به عهد و امانت داری هست. در جامعه ای که این مباحث رعایت نشه، عرض کردیم که اعتماد اجتماعی از بین میره و اصلا جامعه شناسا میگن یکی از اصول اساسی ثبات و بقا یک جامعه اینه که در این جامعه بین آحاد مردم، بین گروه ها و بین در واقع کتله های مختلف اعتماد باشه. هرچی اعتماد بیشتر باشه، وحدت ملی و وحدت جمعی بیشتر هست. در یک خانواده اگر بین اعضای خانواده اعتماد نباشه، این خانواده اصلا خانواده نیست. این خانواده از هم پاشیده، از هم گسیخته، در واقع نابسامان هست. در یک محله، در یک شهر، در یک روستا، در یک قریه اگر بین افراد اعتماد نباشه، زندگی ممکن نیست. و ببینید، اصلا ای که در زمان قدیم بعضی از تجار در بین مردم نام و آوازه‌ای داشتن و جایگاه خیلی خوبی داشتن، علتش این بوده که اینا وفای به عهد میکردن، بدقولی نداشتن، خلاف وعده نمیکردن. شما، ما شاید قبلا هم اشاره کرده باشیم در بعضی از برنامه ها، قطعا بینندگان عزیز ما به یاد دارن و شنیدن از بزرگترهای خود خو که در روستاها، در شهرها، در محیطهای کسب و کار افرادی دارای نام و آوازه خوش بودن. ببینید، ای که سعدی میگه سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرد آن است که نامش به نکویی نبرن، نمیخواد بگه که مرگ فیزیولوژیک اتفاق نمیفته. بالاخره هر انسان یک عمری داره، از نظر بدنی میمیره. میخواد بگه نام او زنده است، یا ای که نام زنده باشه، ای خودش یک اعتبار هست برای فرزندانش، برای مردم او شهر، برای مردم او روستا. یا ای که مثلا ببینید، ما در ادبیات داریم، حافظ میگه که میگه کسی که نام او زنده به عشق باشه، ای در واقع از بین نمیره. میگه که هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. بله. یعنی چی؟ عشق اینجا منظورش وفاداری است، وفای به عهد، بدقولی نکردنه. بله. کسی که نام او با صداقت باقی باشه، این دیگه از بین نمیره. برندسازی هم یک چیزی شبیه همین قضیه است. در دنیای امروز شرکت‌های بزرگ دنبال این هستن که اعتماد مشتری جلب بکنن، و وقتی اعتماد جلب شد، یک برند ساخته میشه. برند که ساخته میشه یعنی چی؟ یعنی اعتبار بین‌المللی درست میشه. این نام این شرکت خودش در واقع جذب کننده مشتری هست. یک دکاندار، یک مغازه‌دار اگه میخواد در کار خودش موفق باشه، باید وفای به عهد داشته باشه. من لازم است اینجا اشاره بکنم به بعضی از آیات شریفه قرآن. قرآن فرماید اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، به مؤمنین خطاب میکنه، میگه به عهد و پیمان خودتان وفادار باشید، چون هم در دنیا هم در آخرت از وفای به عهد پرسیده میشه. باز آیه شریفه دیگه داریم که میگه والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. عبارات قرآن رو ببینید، فرماید که کسانی که عهد خودشان را با خدا و با مؤمنین نقض میکنن، پیمان شکنی میکنن، و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، اون جایی که خداوند گفته وصل کن اینا قطع میکنن، جایی که گفته قطع کن اینا وصل میکنن، یعنی در واقع معیارهای اخلاقی رعایت نمیکنن، اینا مصداق کسانی هستند که فساد در زمین میکنن.
نه مفسد در زمینن، یعنی نظامات اجتماعی به هم میریزن، در واقع سازوکار روابط سالم اجتماعی اینا در واقع تخریب میکنن. بعد قرآن میگه اولئک لهم اللعنه، لعنت خدا بر ایناست. لعنت در تعابیر اسلامی به معنی دوری از رحمته، یعنی این که رحمت خدا شامل حالشون نمیشه. ما در روایات هم داریم کسی که دروغ میگه رزق او کم هست، کسی که وفای به عهد نمیکنه رزق او کمه. چرا؟ چون به دست خودش آمده اعتماد مشتری رو کم کرده، خب مشتری به طرف اون نمیره، میره در جای دیگه. بعد قرآن میگه ولهم سوء الدار، در آخرت هم اینها دچار عذاب و گرفتاری میشن. باز اگر وقت باشه من یک آیه شریف دیگه بخونم. میفرماید که الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. دو تا آیه تقریبا شبیه به هم، آیه قبلی که عرض کردم در یک سوره است، این آیه که الان خوندم در بقره آیه 27 یک سری به اصطلاح تغییرات جزئی داره. میفرماید این افراد اولئک هم الخاسرون. به آخر آیه توجه کنید، میفرماید کسانی که نقض عهد میکنن خودشون اهل خسرانن، اینا ضرر میکنن. چرا؟ چون دیگه مردم به اینا اعتماد نمیکنن، مردم در واقع هیچ وجهه‌ای بین مردم ندارن، اینجور افراد هیچ اعتباری ندارن، هیچ جایگاه اخلاقی و اجتماعی ندارن. در تجارت هم یه آدم ضرر میکنه. وقتی که شما در بین تاجرها هیچ اعتباری نداشته باشید، به حرف شما، به قول شما اعتماد نکنن، با شما در واقع تجارت نمیکنن و کسب و سود شما کم میشه و انسان خودش ضرر میکنه. باز در آیه شریفی دیگه داریم که اگر فرصت باشه عرض کنم خدمت. بله، میفهمد ان الذين يشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه. خیلی آیات آیات عجیب و سهمگینی است. ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. خب ما الان چند روزی هست که ماه رمضان پشت سر گذاشتیم و مخاطبین ما همه به حمدالله مؤمنین هستن، همه ما مسلمانیم و کتاب آسمانی ما که در واقع منشور اخلاقی ماست قرآن هست. قرآن با صراحت میگه، میگه کسانی که در واقع به تعبیر امروزی ها زیر قولشان میزنن و عهد و پیمانی که با خدا و با مؤمنین بستن این عهد بهش عمل نمیکنن و با یک ثمن قلیل، با یک سود اندک زودگذری که فکر میکنن اگر بدقولی بکنن به اون سود اندک میرسن، این پیمان اصلی در واقع بهش وفادار نیستن، بدقولی میکنن و دروغ میگن. چون میدونید که اصلا بدقولی کردن خودش یکی از مصادیق دروغ عملی است. یکی گفته شده که آقا الکاذب و عدو الله، دروغگو دشمن خداست. یکیش همینه، کسی که بدقولی میکنه عملا به او پیمان و عهدی که بسته و به او تعهدی که داده وفادار نیست و دروغگوست. اولئک لا خلاق لهم فی الاخره، اینا در آخرت هیچ بهره ای از مواهب آخرت ندارن، از رحمت الهی بدورن، از نعماتی که مؤمنین در قیامت شامل حالشون میشه به دور هستن. بعد فرمود ولا یکلمهم الله، در قیامت خداوند نظر رحمت میکند به مؤمنین، به اینها نظر رحمت نمیکنه، با اینها خداوند سخن نمیگوید، یعنی سخن مشفقانه و رحیمانه نمیگوید. اینها به تعبیر امروزی از چشم افتادن، ما داریم در تعابیر عامیانه میگیم فلانی از چشم ما افتاد، من دیگه روی حرف فلانی هیچ حساب نمیکنم. بدترین چیز برای یک آدم اینه که از چشم دیگران بیفته. یک پدر و مادر تا وقتی که امید دارن به اصلاح فرزند او نصیحت میکنن و مورد شفقت قرار میدن، خدا نکنه روزی برسه که از تربیت او ناامید بشن، از چشم پدر و مادر بیفته. یک فردم تو جامعه یک چنین شرایطی داره. بعد قرآن میگه ولا ينظر اليهم، خداوند به اینها نظر رحمت نمیکند، یوم القیامه ولا یزکیهم. ببینید تزکیه اصلا یکی از فلسفه های بعثت انبیا تزکیه نفس هست. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم. ببینید پیامبران آمدن تا ما به اون مراتب عالی انسانی برسونن. ولهم عذاب علیم، در دنیا و آخرت دوچار عذابن. من خیلی کوتاه از کنم چون وقتم کم هست. عذاب علیمی که در دنیا نصیب آدمای بدقول میشه اینه که اینا دوچار فقر میشن.
و وقتی که بدقولی میکنن، بدقولی کردن یک نوع خیانته. جواب این خیانت چی هست؟ خیانتی است که از طرف مشتری ها به اونها صورت میگیره و تهش اینه. حدیث داریم، پیغمبر فرمود کسی که بدقول است و به قول خودش وفا نمیکنه در دنیا ذلیل میشه، عزت خدا از اون میگیره و مؤمنین به او نگاه عزیزانه ندارن. خب اینا دیگه واقعا بلاهای خیلی عجیب دنیوی و اخروی است. بنابراین اگر میخوایم در دنیا و آخرت موفق باشیم، کسب و کار و تجارت خوب داشته باشیم، خداوند به ما نظر رحمت بکنه، اگه تا حالا بدقولی کردیم از امروز تصمیم بگیریم که دیگه بدقولی نکنیم. ان شاء الله این توفیق را داشته باشیم. تشکر. بیننده های عزیز گرامی، سپاس از اینکه نگاه های ناب و گرمتان را در این بخش از برنامه هدیه کردید. پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره ما را همراهی کنید. یا صاحب الزمان، شود آیا که شبی بر دل من یار شوی؟ یار این خسته غم دیده بیمار شوی. سینه غم زده ام بهر تو سوزد همشم، دل من آب شده کی تو پدیدار شوی. با کلافی بنشستم سر بازار رخت، کی تو ای یوسف من بر سر بازار شدی. همچو یعقوب شده دیده ام از درد فراق، کی به پیراهن خود نور شب تار شدی. هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خری، هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خرید، شود آیا که مرا هم تو خریدار شدی. ز غم غربت تو شام غریبان شده دل، ز غم غربت تو شام غریبان شده دل. چه شود گر تو مدد کار دل زار شدی. شعله خیمه آتش زده گوید که بیا، زائر بی کفن بی سر و خونبار شدی. اللهم عجل لولیک الفرج. بیننده های عزیز گرامی، دوباره خوش آمدید و یک سلام هم عرض بکنم خدمت و ایده از عزیزایی که تازه به جمع بیننده های ما پیوستن و تشکر از این که در کنار کانون گرم خانواده هادی تیوی و برنامه به وقت بیداری رو برای دیدن انتخاب کردید. ادامه برنامه هست و همچنان در خدمت جناب دکتر توکلی هستیم. استاد سلام مجدد خدمت شما. استاد، موضوع بسیار شیرین وفای به عهد را مطرح کردین و بحث اعتماد سازی و اینها خیلی زیبا و جذاب و عالی بود. همین موضوعات را که شما استاد امروز مثلا به تایید علم و صنعت و پیشرفت و اینها رسیده، خب 1400 سال قبل هم ایر اسلام گفته بود، تازه دارن نتیجه میگیرن که او چقدر زیبا و دقیق و همه چی را منظم سر جای خودش فرموده. بسیار عالی. وقتی که استاد وفای به عهد میشه، یک طرف وفای به عهد هم خب بدقولیه دیگه. بله بله. وفای به عهد جنبه های دینی و عقیدتی و اخرویش خب به صورت عالی بحث شد و اینها، خب تا جایی را بدقولی هم آثارش نمودار شد و پیدا شد. بله. ولی خب صرفا همین بدقولی در دنیای تجارت چه آثار داره؟ ایره همچنان. بله. نکته خوبی رو اشاره کردید. اجازه بدید یک مقدار تکمیل کنم فرمایش شما. ببینید، ما در از 400 سال قبل تا کنون در دنیای جدید زندگی میکنیم. دنیای جدید بله. یعنی چی؟ یعنی دنیای بعد از انقلاب علمی صنعتی، دنیایی که در او کارخانه های بزرگ در واقع مسئول تولید محصولات هستند، زمین های وسیع کشاورزی هست و هزاران هزار نفر در یک شرکت مشغول کار هستند و تبادلات تجاری وسیع بین نقاط مختلف جهان اتفاق میفته. شما ببینید مثلا یک طرف تجارت چین هست، طرف دیگر تجارت مثلا اروپا است یا آمریکا است یا کانادا است. خب برای اینکه این تجارت ثبات داشته باشه و سرمایه گذارای بزرگ دنیا بتونن اعتماد بکنن و سرمایه گذاری بکنن، میلیاردها دلار سرمایه گذاری میکنن. اگر قرار باشه که دو طرف تجارت بدقول باشن،
به قول خودشون عمل نکنن. اینجا عرض کردیم سنگ روی سنگ واقعا بند نمیاد، هیچ تجارتی در دنیا اتفاق نمیفته، یک ناهنجاری یک بی‌نظمی داره به وجود میاد، هیچ سرمایه گذاری اتفاق نمیفته، هیچ گونه رشد و در واقع ترقی پیش نمیاد، تمدن ها ساخته نمیشه. اصلا تمدن که ساخته شد بر اساس همین اخلاقیات ساخته شده. شما فرض کنید که با یک شرکتی قول و قرار دارید و او شرکت در وقت خودش به شما بدقولی میکنه، میلیاردها و میلیون ها دلار شما ضرر میکنید، قطعا دیگه به طرف او شرکت دیگه رو نمی کنید و از او شرکت رو برگردان میشید، میرید به سمت یک کس دیگری. لذا ما در دنیای زندگی میکنیم که بارها گفتیم دیگه، دهکده جهانیست، همه ما با همدیگه در ارتباط هستیم و اگر میخوایم در تجارت خود رشد بکنیم باید وفای به عهد داشته باشیم. وفای به عهد از نظر علمی در علم اقتصاد اثبات شده، در جامعه شناسی اثبات شده که وفای به عهد یکی از اصول اساسی ثبات و بقا یک شرکت و یک سازمان اقتصادی است و برای رشد و تعالی و تکامل یک سازمان مهمترین نکته در مباحث مدیریت بازرگانی اینا گفته میشه، در مباحث مدیریت دولتی گفته میشه. دوستانی که اهل مطالعه هستن کتابهای دانشگاهی پر است از این مسائل که مهمترین نکته اخلاقی در مدیریت اینه که او سرمایه اجتماعی باقی بمونه و به عهدها وفا بشه، خیانت در قول نباشه. خب حالا اگر که مسئله وارونه شد و برعکس شد و کسانی آمدن به قول خودشون عمل نکردن، چه اتفاق میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که روابط اجتماعی دچار اختلال میشه. درست. در واقع اقتصاد در یک جامعه مختل میشه. وقتی که اقتصاد مختل شد، این اقتصاد روی روح و روان مردم تأثیر داره، در زندگی روزمره ما و شما تأثیر داره، در خوراک و پوشاک و مسکن و بهداشت ما تأثیر داره، در آموزش تأثیر داره. شما در دنیای امروز نمیتونید به صورت یک جزیره باشید، یعنی با کشورهای دیگه، با شرکت‌های دیگه، با مردم دیگه ارتباط نداشته باشید. دنیا امروز دنیای تجارت جهانی است. اگر با همسایگان خود ارتباط نداشته باشید، با دنیای بیرون از جغرافیای خود ارتباط نداشته باشید، شکست می‌خورید و شرکت شما از بین میره، متلاشی میشه و اصلا در سطح کلان اقتصاد یک دولت و یک جامعه در واقع دچار اختلال جدی خواهد شد. بنابراین ببینید قرآن، کتب آسمانی 1400 سال پیش، 2000 سال پیش به این مسائل تأکید کردن. این که میگه ما نیاز به دین و تعالیم انبیا داریم، برای همینه انبیا آمدن تا به ما اخلاق یاد بدن، به ما بگن آقا تو اهل اخلاق باش، راستگو باش، به عهد خودت وفا کن، دروغ نگو، خیانت در امانت نکن، تا در همین زندگی دنیوی هم خوشبخت باشی. بله. که قرآن میگه من کان فی هذه اعمى فهو فی الآخرة اعمى. این خیلی آیه مهمی است. فهمید کسی که در این دنیا دوچار مشکل هست، در این دنیا هم دوچار مشکله. یعنی چی؟ یعنی کسی که در این دنیا با خودش درگیره، به خودش راست نمیگه، نسبت به خودش اعتماد ندارد، به قول و قراری که با خود و با وجدان اخلاقی خود گذاشته اعتماد نداره، دیگران هم به او اعتماد نخواهند داشت. این اولا. بله، اسلام هم مرا گفت که اینهایی را که استاد امروز هم با این نظریه است که دین نیازهای امروز جامعه را پاسخ گونسته، متاسفانه خب اونا در هیچ امر تحقیق نکرده. بله. و ایلان ما به هر جایی را که میرسیم، خب کلا برنامه های ما استاد به همین صورت هست که ما وجهه اجتماعی، فرهنگی، روانشناسی و دینی همه امورات را در واقع در بس مطرح میکنیم، ولی همه را که میبینیم اینا منشأ در دین داره. بله. ولی خب متاسفانه وقتی که درک نکردیم این موضوع رو، بعد میگیم که نیازهای امروز ما را دقیقاً نمیتونه پاسخ بده. درود بر شما. ببینید ما دین نشناختیم. اصلا روح دین اخلاقیات هست و روح اخلاق رعایت عدالت هست و روح عدالت وفای به عهد و راستگویی و وفای به پیمان هست. ما اگر در روابط اجتماعی خودمان این مباحث اخلاقی رعایت بکنیم، یک جامعه ایمن خواهیم داشت. در جلسات قبل هم خواهیم گفت هم امنیت روانی، هم امنیت اقتصادی، هم امنیت آموزشی و هم امنیت فرهنگی داریم. و نقطه دقیقاً همه آثار منفی بدقولی، چون زمان محدود، این خیلی کوتاه عرض میکنم. ببینید کسی که بدقولی میکنه اولا دچار فقر میشه، ثانیا در جامعه منزوی میشه،
کسی که ببینید روانشناسا میگن آدما نیاز دارن به اینکه احساس خود ارزشمندی داشته باشن. این احساس خود ارزشمندی یک قسمتش مربوط به ارتباط ما با خودم هست، یک قسمتش مربوط به اینه که ما ببینم شما چقدر به بنده احترام میگذارید. خب این احترام ساختنی هست، این احترام ایجاد یعنی اینجوری نیست که آسمان سوراخ بشه بیفته، نه، من خودم با عمل خودم کار میکنم که شما به بنده احترام بگذارید یا نگذارید. بله، ببینید به میزانی که ما به خودمون احترام میگذاریم دیگران به ما احترام میگذارن، به میزانی که ما احساس عزت نفس میکنیم دیگران هم به ما در واقع عزت نفس میبخشن. در جامعه ای که بدقولی باشه، عرض کردیم، فقر میاد. جامعه‌ای که توش فقر باشه در او جامعه ایمان نیست، ایمان رخت برمی‌بنده. در جامعه‌ای که در او فقر باشه در او جامعه خیانت هست، دروغ هست، نظام خانواده از بین میره، نظام آموزشی متلاشی میشه و انسان‌ها رفاه ندارن. وقتی که رفاه نباشه تبعیض ایجاد میشه، خشونت ایجاد میشه، بی‌عدالتی ایجاد میشه و در نهایت خلاصه روایات مرز کنم خدمتتون، کسی که بدقولی میکنه ذلیل میشه. ببینید امام صادق فرمود لا تختبروا شیعتنا بکثرت الصلاة والصوم ولكن اختبروهم بصدق الحديث و اداء الامانه. علامت شیعه ما نماز و روزه مستحبی زیاد خواندن نیست، علامت شیعه راستگویی و ادای امانته. لذاست که ببینید چقدر زیبا این شاعر میگه، میگه ما چو پیمان با کسی بستیم دیگر نشکنیم، گرچه صد زهر است چون خوردیم ساغر نشکنیم. وقتی که قول دادی زیر قول نزن. ما درخت افکن نه ایم، آنها گروهی دیگرند، با وجود صد تبر یک شاخ بیبر نشکنیم. ببینید اینه، اصلا این آیین شیعه، آیین مسلمان این هست. فرمود که ای پوشان هنربینیم و ما طاووس را پای پوشانیم، اما هرگزش پر نشکنیم. ببینید اصلا این شعر برخواسته از تعالیم اخلاقی اسلام هست. میگه آقا شما اگر قول دادی، حتی اگر این قول گاهی اوقات به ضرر شما تمام شد، وفای به عهد بکن، در نهایت به نفع شماست. کسی که این خلاصه رو عرض کنم و میدونم وقتم کم هست، کسی که راست میگه، پیغمبر فرمود النجات فی الصدق کما ان الهلاک فی الکذب. ممکنه موقتا یک جای یک ضرر کوچیکی بکنه، اما در نهایت به نفع اوست. کسی که وفای به عهد میکنه ممکنه در یک جاهای کوچیکی ضرر بکنه، اما در دراز مدت به نفع اوست. چرا؟ چون اعتماد به نفس و اعتماد به خودش رو ایجاد کرده. به قول قدیمی ها میفرمودن که خانه گل نسازید، خانه دل بسازید. کسی که خانه دل میسازه همیشه موفق هست و هیچ وقت بی خانمان نمیشه، اما کسی که خانه گل میسازه و دلها در واقع از خودش ناراضی میکنه، این همیشه آواره و بدبخت و ذلیل و زمین استاد. یک سوال دیگه هم بوده هست سر پاسخ بگیرم. این بدقولی همینطوری میه، یعنی که عوامل و موانع چیزی هم داره؟ خب مگه میشه آدم بدقول باشه چگونه خب جلوشو بگیری؟ ببینید عواملش چیه و موانع امره؟ بله، سوال خوبی است. چه چیزی باعث بدقولی میشه؟ این که ما در زندگی نظم نداشته باشیم باعث بدقولی میشه. آدمی که در زندگی یک برنامه درست نداره، هدف درست نداره، زندگی او یک زندگی علمی نیست. یک دلش اینه. دلیل دوم اینه که ببینید مردم میگن آقا پول پول میاره و دانش دانش. اینجا باید گفت که آقا بدقولی بدقولی میاره. در روابط اجتماعی که این حلقه های زنجیر به هم دیگه وصل هست، یک نفر در یک جا بدقولی میکنه، صد جای دیگه ناخواسته بدقولی ایجاد میشه. من یک مثال به شما میزنم. شما یک راننده تاکسی مثلا فرض کنین، یا یک صاحب مغازه در یک جا به شما بدقولی میکنه، شما صد جای دیگه قول دادید به او. یا یک نفری، شما پولی به کسی دادید قرار مثلا در یک روز معین به شما پول برگردانه، شما روی حرف او حساب کردید، این پول برنمیگردانه، شما به 10 جای دیگه قول دادین، 10 جای دیگه بدونی که شما بخواین بدقولی ایجاد میشه. جامعه مثل حلقه های زنجیر به هم دیگه مربوطه. لذا ما وقتی یک نفر یک کاری انجام میده فکر میکنه که مشکل همین جا ایجاد شد و تمام شد و رفت، نه خیر، 10 تا مشکل دیگه. بله، عین یک دومینو بکنه. ببینید جامعه مثل دومینو هست. شما یک قسمتی از دومینو رو اشاره کنین، تمام دومینو از هم بپاشه. لذا کسی که اینکه قرآن میگه که هر کس کار خوبی میکنه فایده او به همه میرسه، من سنتن حسنه در احادیث هست،
بله. یا من سن سنتن سیئه، هر کس یک سنت سیئه ای در واقع ایجاد میکنه در جامعه، ضررش به همه جامعه میرسه، و اگر کسی سنت حسنه ای ایجاد میکنه فایدهش به همه میرسه، معناش همینه. یا اینکه قرآن میگه اگر شما کار خوبی بکنید در واقع به خودتون کردید، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اساتم فلها، معنیش همینه که آقا این ببینید جامعه مثل دریاست، شما سنگ وقتی میاندازید توی دریا موجش برمیگرده به خودتان. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. شما وقتی به کوه میرید اگر بگید سلام، کوه به شما 10 بار میگه سلام 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 سلام. اگر خدای نکرده حرف زشت بزنید، همین حرف زشت به خود ما برمیگرده. آثار و عواقبش کوتاه مدت یا دراز مدت به خود افراد و جامعه برمیگرده. و جامعه دچار یک بی‌ثباتی، دچار فقر، دچار تبعیض، دچار بی‌عدالتی میشه. عدالت اجتماعی که فلسفه بعثت انبیاست در جامعه مختل و کمرنگ میشه. کمتر از 2 دقیقه وقت داره استاد، خلاصه اگر داشته باشه. بله خلاصه، خلاصه اینه که ببینید پیامبران آمدن برای برقراری قسط و عدل در جامعه. قرآن میفرماید ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فلسفه ارسال رسل، مبعوث شدن پیامبران و انزال کتب آسمانی، این که قرآن، تورات، انجیل و زبور نازل شد، خلاصش در واقع در این هست که لیقوم الناس بالقسط، یعنی که مردم در جامعه قسط و عدالت برپا کنند. ببینید فاعل یقومو در اینجا خود الناس هست، خود مردم باید سازوکار برقراری عدالت اجتماعی در جامعه ایجاد کنند از طریق رعایت نظامات اخلاقی، از طریق راستگویی، وفای به عهد، امانت داری. در جامعه ای که وفای به عهد نباشد، در جامعه ای که دروغ باشه، خیانت باشه، امانت داری نباشه، در اون جامعه عدالت اجتماعی وجود نداره. در اون جامعه اختلاف طبقاتی است، در اون جامعه تبعیض هست، در اون جامعه خشونت هست. یکی از آثار در واقع بدقولی خشونته. شما ببینید خشونت هایی که در جامعه اتفاق میفته به خاطر همین مسئله است. یک نفر به شما قول داده در یک زمان مشخص یک پولی به شما بده، یک معاملی دارید به او، تجارتی دارید، به دلیل تجارت بدقولی میکنه، شما کلی متضرر میشید، وای باعث عصبانیت میشه، آستانه تحمل آدم ها پایین میاد و خشونت گسترده میشه. در جامعه که خشونت گسترده شد، این جامعه دیگه روی خوشی و سعادت و خوشبختی نمیبینه. سلامت باشین استاد، خیلی ممنون، لطف کردین، خیر سلامتی بدر خیر راهتان باشه. فرض عزت بگذاریم و به کس بد نکنیم، آنچه گویند روا نیست نگوییم رواست. بیننده های عزیز گرامی، سپاس از این تا این دم با ما همراه بودید. این بود برنامه امشب وقت بیداری، تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید. تا برنامه بعد همه تان و الله پاک بی همتا میسپارم. ایام به کامتان، وقت خوش، خدا نگهدار.